خانم آقایون، به قسمت دوم برنامه رسیدیم. در این قسمت خدمتتون بگم که اگر چنانچه حوصله کنین، همینطوری که در چند هفته گذشته برنامه ما رو دیدین و گفته بودیم که بخشی از برنامه های ما اختصاص داره به افشاگری و روشنگری، شما درباره سه تلویزیون بی بی سی، صدای آمریکا و من و تو برنامه ما رو دیدین. هفته گذشته نگاهی کلی کردیم به حرکت خزنده جمهوری اسلامی در خارج از کشور. امروز در واقع به پازل آدم ها میرسیم، آدم هایی که کنار ما زندگی میکنن و نقش های متفاوتی بازی میکنن. این توضیح رو من اولش بدم برای شما عزیزی که به هر حال مخاطب این برنامه هستید. من نمیدونم شما از یک تلویزیون چه توقعی دارین و از یک برنامه ساز چگونه برنامه هایی رو طلب میکنین. آنچه که وظیفه ما به عنوان یک رسانه ملی و میهنی است، حفظ منافع ملت ایرانه که من و شما بخشی از این ملت هستیم. در این راستای این هدف مسلماً مشکلات و گرفتاریاش به مراتب صدها بار بیشتر از این که شما بخواید یک برنامه بدون دردسر درست کنید. درسته از این نظر که وقتی شما اسامی افراد رو میارید، اونم در خارج از کشور، فراموش نکنیم که همین پازل شامل حال خود ما هم میشه. یعنی پازلی که یه بخشش قانونه، در خارج از کشور نمیشه کسی رو، اونم به صورت به قول اینا گفت، یعنی پابلیک رسانه‌ایش کرد، اسمش آورد و نتون برای اثباتش دلایل کافی نباشه. من اگر امروز اینجا مخاطب شما هستم و با شما صحبت میکنم، 25 ساله در واقع این بار گران افشاگری و روشنگری رو بر دوش کشیدم. شاید متجاوز از 200-300 نفر رو اسم و عکسشون رو در رسانه‌های مختلف خودم، در مجله، در روزنامه و در تلویزیون افشا کردیم. افشاگری برای این است که ذهن و در واقع نگاه شما شسته بشه، اسیر این بازی‌های شامورتی بازی خارج از کشور نشید. من آغازش رو به این مقدمه میگم که اگر حوصله دارین که بمونین و ببینین، اگر حوصله ندارین که خب این همه برنامه‌های سرگرم کننده است که شما رو راضی خواهد کرد. برنامه امروز اختصاص داره به آقای علیرضا نوریزاده. نوریزاده در این برنامه من سعی خواهم کرد با امکاناتی که موجوده و ارتباطاتی که در این زمینه هست، یک مجموعه ای رو تقدیم حضور شما کنم. هدف دو چیزه. یکی این که وقتی نوریزاده رو ما به شما، همونطور که من فکر میکنم جریان من آقای نوریزاده از سال بعد از جشنواره سپاس که ما برگزار کردیم سال 94، از اون به بعد من فکر کنم نهایتا از سال 95 تا الان 20 ساله من با شخص یا موجودی به نام نوریزاده مشکل دارم. مشکل به خاطر تغییر مسیره که اینها رو در این برنامه خواهم گفت، به قولی گفتنی قدم به قدم. من فقط این مقدمه رو گفتم که اگر چنانچه مایلین چنین برنامه هایی رو از طریق تلویزیون رنگارنگ ببینین و بدونین که این یکی از در واقع روشن کردن مسیر خائن و خادمه و چرا و چگونه اینها سوژه سازی میکنن، در واقع افکار رو به بازی میگیرن و مسئولی که در این برنامه در کلیتش گفته خواهد شد. خواهش میکنم ادامه برنامه رو از تحت عنوان این برنامه که خواهید دید ادامه خواهیم داد. به یاد کوه بایه های باشکوه دنا، سوپر دینا در بهترین منطقه هنگلین در خدمت هموطنان عزیز است.
کلیه با یحتیاج خانواده فارسی زبان رو میتوانید در سوپر دینا پیدا کنید. سوپر دینا با پارکینگ مجانی در میدون انگلیک. یک لندن و یک رستوران ایرانی با سابقه، بیش از 40 سال سابقه. سهراب اشراقی، قدیمی ترین رستوراندار ایرانی در انگلستان، از شما دعوت می کند از سرویس های عالی رستوران یاس استفاده نمایید. رستوران یاس در 2 طبقه میزبان مراسم ازدواج، تولد و مهمانی های شماست. رستوران فقط رستوران یاس. مشاوره در ثبت شرکت‌های تجاری و اخذ ویزاهای اقامتی و خانوادگی، امور طلاق و ارثیه‌های خانوادگی و دعواهای ملکی، همه مشکلات قانونی شما را به راحتی برایتان حل می‌کند. ایلینگ لیگل سرویس با 50 سال تجربه. این کتاب این دست منه به نام طرح و توطئه وزارت اطلاعات علیه مجاهدین. من بحثم روی حرکت و افشاگری که در این کتاب شده. من بارها و بارها گفتم این کتاب باید در خونه هر ایرانی باشه. جمشید تفرشی که اومده در واقع این افشاگری رو کرده، یا در واقع خودشو سوزونده، مهم نیست بعد چی میگه و بعد چه کار میکنه، مهم اومده خطی رو دقیقاً با مدرک و سند، با آدرس های دقیق و نشونی های کامل داده که اصلا جای انکار نیست. به خاطر همین مسئله تفرشی نیست، مسئله مجاهدین هم نیست، مسئله یک خطی است که از طریق وزارت اطلاعات به وسیله سعید امامی طراحی شد و از همون سال 94 آغاز به کار کرد که بخشش جذب ایرانیانی بود که دارای تریبونن یا کسانی هستن که میتونن با مردم ارتباط برقرار کنن. اون زمان اینگونه نبود. این همه نشریات که در خارج از کشور چاپ میشه به وسیله نظام جمهوری اسلامی و پولای امداد غیبی نبود. این همه تلویزیونای وابسته به سپاه و بسیج و وزارت اطلاعات و سازمان امنیتی به شکل‌های مختلف نبود، که نزدیک 100 کانال از سکسی ترین کانال‌ها هست که تمام آگهی‌ها تو ایرانه و این جماعت ضد ایرانی آخونصفت کلاهشون رو بذارن بالاتر، یعنی عمامه‌هاشون رو بذارن بالاتر. و اومدن که خود من یکی از کسایی بودم که مورد در واقع معامله قرار گرفتم دیگه. اومد خود آقای سعید امامی با خود من صحبت کرد که بارها گفتن دیگه وارد این مسئله نمیخوام بشم. منظورم اینه که اینا اومدن با مقداری پول آدم‌ها رو جذب کنن که علیه سازمان مجاهدین خلق تبلیغ کنن، یعنی ضدشون رو تبلیغ کنن. بخشش هم که به نظر من شاید برای رژیم مهمتر بود، اپوزیسیون سازی داخل خود رژیم بود، که ماها که در واقع اومده بودن با ما معامله کنن، ماها که میگم خیلی بودیم، همین آقای نوریزاده بوده، نشریه نیمروز بوده، بخشی از کیهان بوده و بسیار آدم های مختلف. و این تواب بریده هایی که اون زمان بسیار فعال شده بودن، کسانی که همه آه نداشتن با ناله صدا کنن، هفته 40-50 پوند این سازمان های کمک های دولتی میگرفتن، چه تو آلمان، چه انگلیس، چه فرانسه، چه جای یه دفعه فعال شدن، کشرواره گرون قیمت پوشیدن، مسافرت های خوب کردن و هیاهو رو انداختن. این مسئله نمی خواهم بگم، یعنی نطفهش از اینجا به طور علنی و سازمان یافته بسته شد. و حالا
به راه دور نریم. همینجوری که ما بهش صحبت میکنم، من خودم یه در واقع پازلی کشیدم، همونطور که میبینید از اون بالا اتاق فکر رژیمه و بعد این چند شاخه داره که این شاخه ها نیروهای عظیمی بهش وصلن. این نیروهای عظیم رو من حالا سعی خواهم کرد که به این پازل بیشتر برسیم و بیشتر در برای صحبت کنیم، ولی بخشیشو که من میتونم بهش بپردازم، در واقع این بخشی که فردها درش هستن که یکی کی خواهیم رسید، خیلی ها تو این هستن. این هفته نوبت آقای نورزاده شده که ما مهمانش خواهیم بود، هفته دیگه و هفته های دیگه هستن. آقای نورزاده رو من تا همینجا که میتونم برای شما معرفیش کنم این است که این تلفن رو ما هم بیا زنگ زد، این است که تا سال همین 94 و 5 از سال 88 شروع شد که من اومدم و مجله رنگارنگ رو انداختیم، تا سال 95 یعنی حدود 6-7 سال ما با آقای نورزاده همکاری داشتیم با هم دیگه. یه بخشش تو رادیو حسین قویمی بود، استکتروم، یه بخشش هم تو مجله رنگارنگ بود و بعدش هم که تلویزیون رنگارنگ را افتاد، یک سالی آقای نورزاده میاد تفسیر سیاسی میکرد. خب وقتی یه آدمی 5-6 سال به یه آدمی به حال زمین های مختلف کار میکنن، حتما همدیگر را میشنسن دیگه. آقای نورزاده هر موقع که من میدیدمش بسیار نگران و معترض بود به شرایط زندگیش و گاهی اوقات اونایی که نورزاده رو میشناسن میدونن چقدر راحت گریه میکنه، چقدر راحت اکت میکنه و همیشه از این گله بیاد که من خاک عالم بر سرم. اینم همیشه میگو نمیتونم دست زن بچه هم بگیرم تا همین برایتون برم، یعنی یه شهر ساحلی نزدیک لندن. منظور این که شرایط مالیش میخواست بگه شرایط مالی خوب نیست. آقای نورزاده درآمد اصلیش توی دفتر آقای رائد بود، دفتری دارن در لندن، فکر میکنم دفتر مطالعات ایرانیان و عربی هم چی اسمی داره و چند تا مجله عربی رو در میوردن. آقای جعفر رائد آخرین سفیر شاهنشاه بوده در مصر و یا عربستان نمیدونم، به هر حال با عربا آشنایی کامل داشت و بعد این ارتباط به خاطر نورزاده عربیش خوب بود اونجا کار میکرد و فکرم نمی کنم درآمدش بد بود در اون اندازه ای که کفاف زندگیشو نده که دست در بچهش بگیره بره برایتون. به هر حال منظورم این است که اینهایی که میگم فقط برای آگاهی ذهن شماست از کاراکتر یک انسانی که اگر اینها رو من نگم شاید اون پازلی که میخوام قشنگ تو ذهن شما جا نمیفته. اینها رو میگم چون این ارتباطاتی است که بین من و آقای نورزاده بوده، از شناختی که من داشتم خوشم میدونه اینا نمیتونه کتمان کنه. که به عنوان مثال میخوام بگم این آقای نورزاده کرکتری داشت اون موقع که برای قرض کردن یا گرفتن پول برنامه‌ریزی میکرد، سناریو مینوشت، به عنوان کارگردان، به عنوان بازیگر خوش بازی میکرد. یک بار اومد دفتر من بسیار ناراحت، عصبی، گریان که من نگران شدم گفتم چیه دکتر؟ گفت من حالا اون کلمش رو میخوام برم. من برای رفتم پمپ بنزین بزنم جیبم پول نبوده، انگشتر یادگار پدرم رو گذاشتم اونجا مثلا برای 60 پوند. خب هنوز من با کاراکترش اون زمان خیلی آشنا نشدم، این مثلا مال سال 90. گفتم که این مشکل نیست که مثلا پول دادم، چون به هر حال ما یک قرار گذاشتیم 100 تون از من بابت مطلبی که مینیفته بگیره و ایشون رفت. بعد که با چند تا دوستان صحبت پیش اومد دیدیم نه این داستان تکراریه، یعنی من چون اولین بار بود بهش برخوردم فکرم تازه است. هنرپیشه‌ای که همین در لندن زندگی میکنه میگه این آقای نورزاده یه سناریو برای من 15 صفحه خون. بعد که رفت دستشوی برگه من کاغذ نیا کردم دیدم همش کاغذ سفیده و موارد این گونه زیاد بود. حالا وارد اونا نمیخوام بشم، ولی برسیم به بحث این که چی شد آقای نورزاده از در واقع ما راهمون از هم جدا شد. آقای نورزاده همونجوری که گفتم در تلویزیون رنگارنگ هفته یک بار میمدن تفسیر سیاسی میکردن و با هم از قبلش هم قرار گذاشته بود که آقا به
اپوزیسیون خارجی هست که حق ندارید کاری داشته باشی حمله کنی و از این حرفا بزنی نسبت داخل کشورم، از این القاب نمیدونم یا آخوند ریفی یه جو پیدا میکنی میکنیش امام زمونن که حرف هم بذار کنار، یعنی اون قصه گوییش هم در واقع قرارشو بذاره کنار. فقط میاد تفسیر سیاسی خوش میاد، بعدم به هر حال توی چارچوبی منم میگفتم که آقا یه آدمی با عقاید خودش دیگه، فکر میام اینا عقاید خودشه، همین دلیل میگم. تا اینکه انتخابات قرار پیش بیاد، ولی قبل از انتخابات من یه مقدمه دیگه بگم، سریع بگذاریم به اصل مطلب برسیم. مسئله دادگاهی میکنوس پیش اومد و اینکه به هر حال برای نمایش هم شده مجبور بودن دولت‌های خارجی جمهوری اسلامی محکوم کنن. تمام سفرا رو از ایران فرا خوندن، بسیاری از سران جمهوری اسلامی رو تحت تعقیب قرار دادن، از جمله خود رفسنجانی رو. به همین دلیل آقای رفسنجانی که قرار بود رئیس جمهور دوم بشه، کمین آقای مهاجرانی که امروز در لندن کنگر خورده لنگر انداخته، یه برنامه ویژه واسه ایشون خواهم داشت. تحریر رو تو مجلس درست کرده بود، چون نماینده مجلس بود اون موقع دیگه، که آقا همین آقای رفسنجانی مادام العمر بشه و اگر این دادگاهی میکنه پیش نمیومد این تحریر رو اینا تصدیق میکردن. تحریر به هم خورد، تو این به هم خوردن مجبورن یکی دیگر بیارن دیگه. دیگه شد دقیقه 90 بین ناطق نوری و خاتمی، برحال خاتمی تو بازی نمایش مسخره‌ای که درست کردن دوی خردادی ها برنده شد. مسئله این بود که وقتی آقای نوریزاده بعد از انتخاب اومد، کسی که برحال تا قبل از این تو رسانه‌های مختلف هم کار میکرد، نمیدونم با نیمروز کار میکرد، با کیهان کار میکرد، با چند تا این رادیو آمریکا هم کار میکرد، از رفسنجانی یک چهره محبوب واسه خودش ساخته بود دیگه، سردار سازندگی و امیر کبیر و از این القاب. بعد یه دفعه اومد نشست شروع کرد از خاتمی تعریف کردن، حمله به رفسنجانی، دزد و خانواده‌اش دزد زن از این گونه. ماجرا این است که تلاش‌هایی داره میشه خاتمی رو که واقعا در بین مردم محبوبیت پیدا کرده و بسیاری از مراکز قدرت از او حمایت میکنن، او رو پس بزنه. دو داستان براتون میگم، سه داستان در واقع. وسط برنامهش من استاپش دادم و فیلم بردارمون هم خوشبختانه هنوز زنده است و شاهد اون قضیه است. بهش گفتم که آقا جان چی شد؟ شما تا دیروز آقای رفسنجانی اینجوری میگفتی، حالا یفون شد دوز و کلاهبردار و این خاتمه رسه. هرچند خوش میدونست که من گفتم اینا همشون دوز از یه قماشن. برنامه وسطش قطع شد. هرچند اصرار کرد گفتم آقای نوروزی ما دیگه با هم نمیتونیم کار کنیم. چون قبلش هم همون مسئله سعید امامی پیش اومده بود که اومده همه رو دیده بود. دفتر من اومده بود با منم صحبت کرده بود و مثلا هم نورزاده پیش من توی چلو کبابی و این حرفا. منظورم خواهم بگم این مقدمش هم بود. اینجا قصه ما با آقای نورزاده با من دوست و همکار هرچی بود تموم شد. بعدم رفت ایشون یک 16 صفحه با دستخط خودش برای من نامه فکس کرد، چون موقع ایمیل اینا نبود. دو تا سه تا همکارم هم شاهد اون نامه باز هستن، چون حرفایی که میزنم مستند میزنم با شاهد، هیچ چیزی نمیگم من بودم. ایشون آخه بعضی اون خوش میگه فقط من بودم و چون امیر کبیر، من بودم و کوروش بزرگ، هر چی میخواد قصه میبافه دیگه، ولی من میگم نه من بودم و شاهدا که این نامه سراپا تملق و تو پهلوانی تو قهرمانی و من باشه هر چارچوب تو بذاری قبول میکنم فلان، که دیگه اصلا نه جواب شدم نه ادامه همکاری پیدا کردم تا رسید به جایی که دیگه علنا کرد کارشو. همون بحث تره 28 آقای سعید امامی شد که اونهایی که به هر حال این طرح قبول کردن همکاری کرده بودن با سعید امامی، یواشاش دستشون تو این زمینه رو شد. که شاید اینجا بخشش بد نباشه اشاره کنم به آقای تفرشی که همین ارتباطاتو میگه اسم میبره و یک کتاب در میاره و این کتابش هست، اینا هم کتابی که الان میبینی و اینم نوشته رابطه من با آقای نورزاده، که نوشته که آقای نورزاده فلان بود. من نوریزاده رو بعدها با عملکردها شناختم. این آدم متملق، این آدم به غایت دروغگو و به قول فرمای شما در اون روزها که میخواست از قبل ما خودش رو نزدیک بکنه به وزارت اطلاعات و نمیدونم چه و چه، میومد از ما تعریف تمجیدها میکرد. این هیچ کدوم از حرفاش همخونی نداره. در اونجا به قول فرمای شما سالها ستودم، چه کردم،
چه در صف مجاهدان واقعی بود، چه الان بی‌محابا به قلب دشمن میزنه. بعدم میاد میگه من این آقا رو اصلا نمیشناسم. یه بار زنگ زد به من گریه زاری کرد، آقا آدم ناحسابی، من مگر خودم قدم توانا ندارم، من مگر تریبون در اختیارم که به تو گریه زاری کنم تو بیا این رو بنویس؟ تو گریه زاری برای من میکردی که این کارو بکنیم این کارو بکنیم، حالا بماند اصلا ارزش نداره. میخوام بگم این همه پکیج تو گفتم تو اینجا برسه که یه شناسی شناختی نسبی تازه به شما در واقع این روزاده داده باشم، کاراکتری که به هر حال به قولی گفتن ویرای زیاد داره. بعضی موقع خوش میاد من چون احساسی هم اینطوریه، ولی نه احساس نیست. اولا احساس در کار مردم، کار مردم مسئولیت رسالته. من فقط اینو میخوام بگم که ای کاش این چهره‌ای که میاد اینجوری یقه درانی میکنه برای منافع مردم ایران و مردم ایران نگاه میکنن خوشحالشون شد، یه نفر داره براشون تلاش میکنه، چند لحظه بعد اونور چهره دیگه از خودش نشون نده که واقعا مایه حقارت انسان عدیدنش. ولی من قبل از که این چیزا برسم یه نگاهی داریم به حداقل حرفای مانوک خدابخشیان و شهرام همایون درباره این همکارشون و برمیگردیم دوباره برنامه رو با هم تیم میکنیم. این برنامه خیلی‌ها رو دلازرده کرده، هرس خیلی‌ها رو درآورده. میدونین چرا؟ به خاطر این کهنن ما داریم فردا رو صدا میکنیم، فردا رو برای فردایی ها، نه برای ما. وقتی من میبینم دوست نازنین، همکاری که میشناسم، بارها باش مصاحبه کردم، آقای نوریزاده، آقای علیرضا نوریزاده، یک دفعه یادش میاد که بره یک مقاله بنویسه، از بچه های قدیمه به هر حال، بیشتر از من تو بازیا بوده، با ساواک همکاری کرده، رفته تو کمپ نمیدونم عرفات، همه که ما میدونیم با این رژیم همکاری کرده، با اصلاح طلبا، حالا با عربا همکاری میکنه، یه روز کنفرانس میذاره، یه روز سردار مهدی میاره، حالا تصمیم گرفته ناگهان یک مقاله بنویسه و از فرح پهلوی ناگهان یادش اومده، هم شهبانوز، که شما بیایید به میدان و در واقع به نقش مادر ملت رو بازی کنید. اولا علیرضا نوریزاده باهوشتر از اونه که ندونه نمیشه یک نفر رو یک شبه گفت شما تشریف بیارید در صحنه و کنسرت سیاسی اجرا کنید. شما برای چی شهبانو رو دعوت میکنید؟ اینم یک بازیهای سازشکارانه مرموز با رژیمه؟ آیا به خاطر اینکه احساس ترس کردید مثلا مریم رجبی وارد صحنه میشه میخواهید مهره شهبانو رو در این میز شطرنج بچینید؟ در منزل بنده ما یه آشپزخونه داریم، توش یه میز گرده، عسل پهلوان بود، عباس پهلوان بود، ناهید پهلوان بود، خود جناب عالی هم تشریف داشتید. عرضم به حضورتون که خب این که بعضی موقع میگن آدم مشروب نباید بخوره واقعا درست میگن، برای اینکه مشروب تسلط انسان رو بر عقل میگیره و آدم حرفایی که نباید بزنه بزنه. آقا این عسل پهلوان، عباس پهلوان شاهدا، شما فرمودید که پسر رفسنجانی وقتی در دبی بود، وقتی در خارج بود، در لندن بود، به ما زنگ میزد، حرفای میزد، چیزایی میگفت، ما میرفتیم اشت میگفتیم یه چیش اشتباه بود، فرداش زنگ میزد میگفتش که آقا اینجا رو اشتباه گفتی، بعد اینجوری بگی بابا یه اصل پهلوان عباس پهلوان. پسر رفسنجانی چرا به من زنگ نزدی؟ چون میدونی سرچی بگی من نمیگم. باز ممکنه شما بگین که آقا این خیلی مثلا پرسنال فردیه، دست اصلا اینجوری نیست. من میخوام بگم کاراکتری که میاد اینجا حرف میزنه، نه آقای نورزاده، هر کسی دیگه، باید شناختش، باید بدونی که پس پرده این حرفا چه نهفته است، این مقدمه چینی ها بعدش به کجا میرسه. چون اگه قرار باشه این آدم ها اون خنجر 28 رژیم رو هر جور که دلشون میخواد بر پیکره اپوزیسیون فرو کنن، این کمال ناجوانمردیه و فقط از عهده این آدم‌هایی برمیاد. به همین دلیل میخوام بگم که ببین چیزایی که من میگم میخوام چهره شناسی کنیم، این پازل آدم‌ها رو
برای شما نشون بدیم. همین آقای نورزاده اون بهبوی انقلاب که طفل شیرنه انقلاب شده بود میاد در روزنامه‌ای که کار میکرده اون زمان با قلم خودش کشته شدن افسران رژیم شاهنشاهی رو در پشت بام مرز علوی اینگونه توصیف میکنه که چند خطش رو براتون میخونم. افسر تیر، تیر خلاص را در سر چهار عامل مزدور رژیم شاه خالی میکند. چهره رحیمی در هم فشرده است. ناجی حالت گریه دارد. نصیری وحشت زده. خسروداد آرام شتاب او برای رسیدن به دوزخ چشم گیر است. پای می آیم. من احساس سرما می کنم. آسمان صاف است و سرد. توی سلول زندانیان ولوله است. من گریه هویدا را می بینم. گمان برده است که نوبت اوست. گریه دیگران را هم می بینم. سالار جاف با صدای بلند گریه می کند. دانشی و نیکپی رنگ به چهره ندارند. ربیعی و محققی فکر میکنن لحظه دیگر سراغشون میاد. یکی دو تن به هم نگاه میکنند و میخندند. عدل اسلامی هیچ کس را بیدلیل نمیکشد. چراغها خاموش میشود. زندانیان میخوابند. حالا همه آرام شدند. یک آمبولانس در ساعت نزدیک بامداد اجساد را به پزشک قانونی میبرد. بیرون میزنم. در صبح دلنشین خیابان ایران اینجا همه چیز چهره انقلابی دارد. زمزمه های یک سو سرود قدیمی میشنوم. پیرمردی که به من میرسد و میگوید به لطف خدا نصیری جلاد تیرباران شد. سری تکان میدم میگم بله پدر جان، من خودم شاهد بودم. برای این نمونه از نوشته آقای نوریزاده در اطلاعات مکمل اینو در امید ایران نوشتن که همین پنج صبح بیرون زدم و نسیم صبحگاهی به صورتم میخورد و لحظاتی پیش در پشت بام مدرسه فلان کسانی در خون خود غلطیدن که دستشون به خون هزاران جوان مملکت من آلوده بود و به سزای اعمالشون رسیدن. خب حالا این مقدمه دیدی، الان میاد خودش با تصاویر خودش و کتاب چاپ میکنه برای شب جنرال ها. من 12:30 بود، نیم ساعت از نیم شب گذشته آمدند و چهار جنرال بلند پایه را در راهرویی که آن طرف ساختمان بود بر روی پلکان بالا بردند و در محوطه پادری که قبل از رسیدن به بام مدرسه بود آنها را نگاه داشتند و بعد تیمسار نصیری را بالا برد. آقای رفیق دوست جوخه مرگ را به صف می کند. دو همافر، یک سرگرد نیروی هوایی و دو سه تا جوان دیگر که همه با شال فلسطینی صورتشان را بسته و همین مسئله باعث می شود که بعدها بگویند فلسطینی ها اینها را کشتن. نه نه عزیزانم، فلسطینی نبود، ایرانی خالص بودن و خیلی هاشان بچه های جنوب شهر. جنرال مثل کوه بر زمین می افتن. به زانو و بعد به روی زمین رها می شن. حالا برف ها پر از خون است. همه جا را خون گرفته است. اصلا انگار پشت بام خونین شده است. در آن نیمه شب سرد زمستانی. خلخالی میگوید آقا امشب شیطان در جهنم مهمانی دارد و آقای خمینی میگوید بله به درک واصل شدن، حالا باید نماز شکر به جا آورد. یه پزشک قانونی میرسد. بعد از مدتی جنازه ها را به روی برانکارد به ماشین پزشک قانونی میبرد. به عکاس روزنامه میگویم باید برویم از آنجا نیز عکس بگیریم و با هم میرم. نزدیک بامداد است. به خانه میرم.
ببینید این اصلا در هیچ کجای دنیا شما همچین وقاحتی نمیدونید که کسی بیاد به افکار مردم بی احترامی کنه، حافظه جامعه رو به هیچ انگاره. مگه میتونه کسی بگه آقا من حالا به هر دلیلی اون موقع اینجوری نوشتم و الان اینجوری مینویسم؟ اونجا اونا میشن جنایتکار و آدم کش و حقش بوده که هر بلایی باید سرشون میواده، بعد حالا اینجا گریه میکنه که اینا چجونه شکوهمند کشته شدن. این تضاد و این اجازه که آدم به خودش میده مقابل رسانهی بیسته و این جوری رفتار کنه، اصلا مثلا آقای نوریزاده نیست، مسئله من و شماست که چقدر به خودمون بی احترامی کردیم، بی اعتنایی کردیم، در دروازه رو باز گذاشتیم که هرکس هر جور دلش میخواد تاخت و تاس کنه. آره باید اینجوری یقشون رو گرفت، اتفاقا همین این پرسنال نیست. چرا من باید بیام وقتم تلف کنم واسه هم چیزی؟ برای اینکه بدونن نه، حافظه جامعه سر جاشه، وجدان جامعه بیداره، اپوزیسیونی که برای مردم ایران تلاش میکنه، خون میده، جون میده، محافظینی داره مثل من که وظیفه خودشون میدونن به عنوان یک روزنامه‌نگار واقعیت‌ها رو بگن. این نه برای خوشایند کسیه، نه برای بدایند کسی، اینا واقعیت‌هایی است که کنار ما میگذره و ما بهش بی‌اعتناییم. شما همین دو تیکر ببینید چی می‌نویسه و بعد چی میگه و چی بسیار چیزهای دیگه. الان برای خانواده پهلوی عشق می‌ریزه، میره به دیدن فرع پهلوی و برای من خیلی جای تأسفه. این نوروزادی که از کتابی که بیشتر از همه درباره خانواده پهلوی بد نوشت، اگر ساواکی میرفت خونه مغز تو سفره بچه ساواکی، بابا امشب دوتا سر بریده نیوردی، اینا نوشته هاشه. شاه رو با خونخوارترین دیکتاتورهای عالم مقایسه میکرد. اصلا من کار به شاهی ندارم، میخوام این کاراکتر رو بگم. خب من اینجا فقط یه مقدمه میگم تا قبل از که بحث برسیم. ببینید اون مجموعه که اول دیدین یه بار دیگه میبینید، اون پازلی که اونجا هست، پازلی است که دوتا اتاق فکر جهانی و رژیم جمهوری اسلامی ادارهش میکنن. این اتاق فکر جهانی به هر حال محافظ منافع کلیت کشورهایی است که حداقل نمایندگیش رو انگلیس و آمریکا به عهده دارن، که 37 سال جمهوری اسلامی گذشته تو بغل ملت ایران به بدبختی کشوندشون و کماکان حمایتشون میکنه و این حمایت رو باید به شکل‌های مختلف کنی. یه بخش خودش اداره میکنه از طریق ارتباطاتی که میگیرن و در بسیار نوشته اومده که حتی مسئولین میزهای نمایندگی مثلا انگلیس، آلمان، آمریکا تو انگلیس و کشورهای دیگه اینا چجوری میرن لابی ها رو پیدا میکنن باشون، مثل خواجه نوری و تریتا پارسی و غیره اصلا تو آمریکا و خیلی آدم ها در اروپا، اینا فعالانه کار میکنن و مثلا نظارت کلی دارن روی تلویزیون مثل بی بی سی و یورو نیوز و صدای آمریکا و صدای فرانسه و صدای آلمان و برای بودجهش این دولت ها میدن و کنترل رو دارن روش که چه چیزی رو میخوان خرج کنن از افکار عمومی. این وضعش هم بخشی است که خود اتاق فکر جمهوری اسلامی میکنه، ارتباطاتش رو برقرار میکنه، خوراکش رو میده، طرحاش رو میده، رسانه‌هاش رو راه میندازه، آدماش رو میفرسه که تو این سالها کاملا ما اینو بارها و بارها و صدها بار گفتیم. و در این مجموعه حالا چرا آقای نوروزاده رو انتخاب کردیم؟ چون آقای نوروزاده در واقع یک سیگنال مشخص این حرکته، یعنی دقیقاً و مشخصاً سیگنال 28 داده که همیشه اعتقاد داره یه نیرو خوب تو ایرانه، باید حمایتش کرد و شلاق و برای زد به گرده اپوزیسیونی که داره اینجوری خون و جون میده. و این چهره واقعا ای کاش از خود من شروع میکنم، دادگاهایی بود که ماها رو محاکمه میکردن، واقعا نسبت به عمل کردمون ما رو مجازات میکردن. بعد ببینیم چه اتفاقی میافتاد، چقدر از این درخت مسموم رسانه‌های خارج از کشور سر کارشون به زندان میافتاد. نه اینجوری ولنگوواز هر کاری میخواد میکنه. این ولنگووازی به جایی میرسه که تهوع آوره. ببینید آقای نوریزاده
با عصبانیت، با خشم، با نفرت از کسانی که مثل حیوان بیماری جنسی دارن. چگونه تعریف میکنین اینو؟ اینو نگاه کنیم. این حیوانات بیمار، این بیماران روانی جنسی که عقده جنسی اینها رو انباشته تو مغز و زندگیشون. اخ جون قربونت برم، تا اینا نیومدن یه حالی بهم بده، تو رو خدا یه حالی بهم بده، یه چیزی بهم بده. این بیماران روانی جنسی که عقده جنسی اینها رو انباشته تو مغز و زندگی. من از اون بیشتر میخوام. بده تو رو خدا، خیلی دلم تنگ شده. نه از اون بیشتر میخوام، از اون بیشتر، اذیت نکن. دیدی؟ خب مگه میشه توی یه جامعه ای همچی چیزی؟ باز میگم آقای نورزاده ها یه پرونده خاص خودشونو دارن. ما چی کاره میوسط؟ ما چگونه اینقدر ولنگو وازیم؟ من با یکی از دوستای خوبم به خدا به خاطر ارزش خودش بهش میگم که آقا چرا با این آدمایی که اینجوری شاخ دارن شما معاشرت میکنی، مشروعیت بهشون میدی؟ بعد میگه سر بیدیم، راست میگی تو، ولی خب ما هم گرفتار یه سری روابط هستیم دیگه. آقا این روابط غلط، قربون تو برم، ما اومدی پای همین خطکشی ها واسیم دیگه، اگر شوی خطکشی ها رعایت نکنیم خودمون نباید خرج چیزی بکنیم که بابتش بها دادیم، بهترین سالهای زندگیمون رو دادیم. چرا باید بریم کنار اینا واسیم که به هر حال حداقل این 20 ساله رو عشق و حال کردن به قول خودشون؟ کسی نمیپرسه آقا همین آقای نورزاده، اون خونه ریچموند، این همه بریزو به پاشت از کجا؟ مگه تو همون آدم 20 سال پیش نبودی؟ چه اتفاقی افتاده؟ یکی از سوالات ناجواب جامعه ما همینه. هر کسی میاد هر کاری میکنه. آقا من حق دارم تو این جامعه، شما حق دارید تو اینجا سوال کنین. این پول از کجا میاد؟ این تلویزیون گرون قیمت چجوری را افتاده؟ مگه میشه؟ اصلا بیان بگن هیچ کش یا آقا عربستان داده، عجمستان داده، گورستان داده، شامتش رو بگین. این آدرس های عوضی دادن برای چیه؟ اون یکی میگه انگلیس داده، اون یکی میگه آمریکا داده، اون میگه فلانجا داده. تازه دادن اون خودش هزار مسئله داره، ولی این آدرس الکی برای کجاست؟ من فکر میکنم باز دوره یه بخش کوتاهی بریم برگردیم با هم به جنبندی خواهیم رسید. خب چرا؟ چون 1400 سال پیش عربا به ایران حمله کردن، ایرانیا که به هند حمله کردن، اون همه کشتار کردن در زمان محمود، در زمان نادر. پس تمام هندی ها باید یقه ما رو بگیرن، اما متنفر باشن. اگر سلطان سلیم اومد تا چالران و بعد اومد تا تبریز رو گرفت که الان سر همین سریال بحث میکنن، چند بار ما رفتیم؟ چند بار تا بغداد رفتیم؟ چند بار رفتیم تو خاک عثمانی آن روز؟ رفتیم دیگه. این جنبندی رو داشته باشید که کرکتر و رفتار آقای نورزاده رو که چرا یفه میاد از کسی تعریف میکنه، چرا از یکی بد میگه، چرا حمله میکنه به اپوزیسیون که جز وظایفشه، و شکلی که مشابهش هم زیاده. ولی آقای نورزاده همینجا داشته باشین یه سری ارتباطات کنار آقای نورزاده است. به عنوان مثال، خب اینو همه میدونیم، همون جریان موج سبز و که بعد از اون خیزش ملی مردم اروپا و آمریکا بسیار تلاش کردن که رژیم سقوط کرده، واقعا رژیم سقوط کرده، همین اروپا و آمریکا در واقع نجاتش دادن با همین موج سبز رو انداختن امثال نورزاده و سرکله یه سری آدم مثل آقای امیرحسین جانشاه و اینا پیدا شد، تلویزیون های جرس و کلمه و رها و یه دفعه قارچوار اینا اومدن و حمله کردن به ملت ایران در واقع که اینو مهار کنن. حالا این اسپیرینام یعنی به عنوان کسایی که مسئول تلویزیون و رسانه بودن، حالا به کارنامه‌شون کاری ندارم. اینجا سرکله یه آقایی هم پیدا شد به عنوان متی
که کسبی آقای نورزاده اوورد و به اونو سردار و جنگ مبارز و اینا معرفیش کرد و یکی دیگه بود آقای بانا آقای خوشگوش یا خوشگوش یا همچیزی. این دوتا آدم برگشتن ایران، برگشتن ایران رو اولا ثابت کردن که اومده بودن اپوزیسیون خارج از کشوره، که نه این این تیپو رسانه ها رو دست انداخته بودن مثلا و اومده دیده بودن و ارتباط برقرار کرده بودن و اطلاعات کافی بود جمع کردن و رفتن تو ایران و از شکل یه متهم علکی هم در آوردن که صحنه رو. ولی تو حرفای اینا خب یه چیزایی گفته شد. به عنوان مثال الان همین آقای خوشگوش که جزء تیم ترور اون زمانی بود که همین زمان سعید امامی سال 94-5 اومدن اروپا باید معامله کردن، باید فیزیکی ترور کردن، از جمله دادگاه میکنست و از جمله خود فرخزاد و زمان آقای بختیار و غیره و زالک. این آقا خوشگوش میومده و میگه که مثلا بختیار مثلا فرخزاد رو میگه که نشونی، یه سری نشونی میده، میگه مثلا فرزن آقای نورزاده مگه تو نمیدی مثلا اینقدر پول گرفتی رفتی بلیت فرخزاد رو گرفتی برای چه میدونم دوسلدورف تا برلین برای کنسرت و تو اون کنسرت آقای فرخزاد بره و در واقع یه نوعی توبه کنه و از برگرده از مثلا چه میدونم یکی از شهرهای آلمان پرواز به تهران. خب اون قسمتش که برلین آخرین کنسرت آقای فرخزاد بوده و همون گونه صحبت کرده، مسائل سیاسی رو به نقد کشیده و گفته در واقع هر چی مطالعه گفتیم و این حرفا میزنه مزخرف بود و اصلا وارد این هیته نباد میشدیم و این در واقع اینجا حرف آقای خوشگوش که یا هر زهر ماری است رو درست میکنه، یعنی میگه خب بعد درست میگه رو. ولی اونجایی میمونه که میگه آقای نوریزاده این وسط به عنوان نماینده بوده. من اولا سوالم اینه که خب خیلی راحت میشه این رو پیدا کرد، یعنی اون آژانسی که این بلیتا رو صادر کرده معلوم میشه که پولش از کی گرفته، چون شخصی که میره اونجا بلیتو میخره بالاخره یه اسمی آدرسی ازش میگیرن دیگه و با مراجعه به اون آژانس میشه پیدا کرد که همچین چیزی بوده یا نبوده. ولی من سوالم این نیست، من سوالم از آقای نورزاده و امثال آقای نورزاده این است که طی این سالها آدمهایی مثل همه آقای خوشگوش یا آقای تفرشی یا بسیار آدم های دیگه که اومدن با این سیگنال هایی که دادن، آدرس هایی که دادن، رفرنس هایی که دادن، گفتن آقای نورزاده تو این جریان بوده، اینها همه سکوت کردن. مگه میشه؟ واقعا مگه میشه؟ مگه میشه بیاید در جامعه خارج از کشور اینجا که ایران نیست که یه حکومت ضد ایرانی ایران اشغال کرده باشه هر غلطی بخواد بکنه؟ طرف میاد وارد هیته زندگی خصوصی انسان ها میشه. خب این اگر مربوط اجتماع نباشه، مربوط مسائل مردم نباشه، قابل تعقیب و پیگیری قانونیه. آقای نورزاده بره از صبح تا شب هر چی عشقی و لاستنده میخواد با تلویزیون و زن و بچه مردم کنه، اون یه بخشی است که اصلا مربوط به منم نیست. ولی وقتی آمیخته میشه با مردم، با جریان مردم در یه لحظه واحد، من رومو میبر کنم برای مردم از اخلاق و انسانیت و دفاع از شرف بگم، اخلاق میبر قرور بزنم، یه سرشو باز کن، یه سرشو ناز کن. این کلاه گذاشتن سر مردمه که شرم آوره. بعد با کمال واقعیت بشینی از کارهای خودت تعریف کنی، تایید کنی، به جایی که بگی آقا من دستم بالاست. آقا میان منو نقد میکنه، میگن اون زمان که گفتم نه غلط کردی اون زمان گفتی، مگه اینجوریه؟ بی مردمو پله کنی، نبردمو کنی، هر جور دلت بخواه گرده این مردم بری بالا، خودتی. صدها نمونه هست از این رفتار و اخلاقت، صدها نمونه هست آقای نورزاده. ما به قول گفته این مشتی نمونه خروارش گفتیم، خودت میدونی که این خشم و عصبانیت من شخصی نیست، این دردیست که در دل به خاطر منافع مردمم دارم و این گمراهی که جامعه رو فرا گرفته
از صبح تا شب یه صد رنگ گرفتن مردم رو رنگ میکنن، چون همه رسانه دستشونه، تمام روزنهایی که میره تو خونه مردم دست ایناست. اکبر پونس رو به مردم قالب میکنن، نمیدونم کدیور رو قالب میکنن، مهاجرانی که تمام ارگانهای مملکت دستش بوده تو تمام جنایت رژیم یه نوع شریکه به مردم قالب میکنن. واقعا شرم‌آوره. در هیچ برهه‌ای از تاریخ، در تاریخ هیچ ملتی این همه کلاهبرداری سیاسی نبوده. چه باید کرد؟ منم نگم، من وقتی میگم برنامه من نیمه کاره قطع میکنن، چون به قول خودشون نمیخوان درد سر. چه درد سریه این؟ چه فریادی ما برای آزادی مملکت رو میزنیم، با دشمن میخوایم به جنگ، ولی شهامت درگیری با این آدم های قد کتولای دروبره رو نداریم. این ها که زندگی ما رو به لا اله الا الله. تا کی باید این در دروازه رو باز بذاریم؟ آقا میگی بیا مناظره، میگی آقا تو که اندازه مناظره نیستی، میگی بیا جواب بده، میگی که اینا در نام حد جواب دادن نیستن. ما اگه هیچی نباشیم، هیچی نباشیم، در هر ترازوی با شما قرار بگیریم اصلا قابل قیاس نیست، چون حداقل شرف و انسانیتمونو داریم. پای حرفی که زدیم ایستادیم. من محمود سرابی حداقل از اون زمانی که به عنوان یه روزنامه‌نگار قلم دستم گرفتم، این اجازه رو به هر کس میدم، هر آن چیزی که تو این 30 و چند سال من نوشتم انحرافی درش بوده، به وجدانم قسم جلوی من بذارن نوکرشون هستم، دستشون رو میبوسم، پوزش میخوام. ولی مگه میشه روی جنازه یه ده برقصی بعد بیا گریه کنی؟ با اون حقارت تهوع آور با یه خانم اونجوری صحبت کنی، بعد بیا اونجوری قیافه و عصبانیت بگیری، بگه هر کس اینجوری میکنه حیوانه. ای بابا، خب داشتم اینه میگفتم، حالا این جمعه دیرست این آدم ها اومدن با این آدم ها تو بغل همدیگه ورده به جامعه معرفیش کرده، تو رسانه های مختلف ورده گفته آقا اینا هستن که میتونن ایران نجات بدن، اینا سرداران آزادی هن. بعد یه رو رفته اون بار گفته بفرما، بعد میام توجیه کنیم، نمیگیم آقا ما اشتباه کردیم، انقدر من آدم مهمی هستم اینا رو فرستادن کنار من ولی هیچ اطلاعاتی از من نگرفتن. مگه میشه؟ چون جامعه خاموشه، یا تو شاید جامعه نمیدونه. وقتی یه رسانه اینجوری میاد بازش میکنه، خب چه مسئله با خصوصی با آقای نورزاده دارم؟ من چه مسئله خصوصی با همین آدم ها دارم که میام اینجا در برش صحبت میکنم؟ به خاطر اینکه اینا به منافع من و تو ضربه میزنن، بالاخره همین ها هستن که از این روزنه ها میان تو خونه های ما ها. حالا ما هم که به حال تریبون داریم باید بگیم چه خبره، نذاریم افکار مردم فریب بدن. الان همین موج سبزی که را افتاده، شما نگاه کنی آدمایی که اومدن رفتن، یه انجمنی درست کردن، انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران ایرانی در پاریس، کمی آقای نورزاده جزء هیئت مدیرش نشده، نوشابه امیر، آقای هوشنگ اسدی، توده‌ای معروف. خونه برای چی تلاش میکنن؟ این انجمن بین‌المللی روزنامه‌نگاران چی کار داره میکنه؟ خب اینا رو باید بیان به مردم میگیم چی کار میکنه، چی کار داره میکنه، از چی داره دفاع میکنه. اون سایت روز آنلاین هم که واسه به اینا، اصلا مخارج این از کجا میاد؟ ببینید مادر تمام این مسائل پوله. ما بحث میکنیم آقا بگیم، بیا بگو آقا این روز پول تلویزیون ایران فردا کی داده؟ عربستان داده؟ بیا بگو چرا داده، چجوری داده، چجوری ریخته به حساب شما این رقم های بزرگ که اینجوری نیست، اینجا بانک ها اینجا سرک میکشن توش، اینا باید در یک کانال های بیاد.
چون اینجا یه بخش مهمی مانی لاندریده، پولشوریه، و این دولت‌های اروپایی دماغشون خیلی تیزه واسه این پولای مانی لاندرید. حالا ممکن خودشون دولت‌هاشون یه جوری این راه‌ها رو باز می‌کنن که این پولا خرج شه و شسته بشه، ولی یه جایی هم که کانالاش باید مشخص بشه که اینا بدن از همون کانالی میاد که اینا خودشون میدونن. بیا بگو آقا نورزاده، تلویزیون من تو بیا بگو دیگه بابا، اینش که دیگه مسئله لاپوشونی نیست که. این پولای طیب و طاهر آقای نورزاده از کجا اومده؟ آقای نورزاده یادته که منم که یادم که یادت برادر که اون همه سال اون همه جا با هم میرفتیم، همیشه این جیبت جارو و تمیز و خالی بود. حالا چی شده؟ از کجا اومده؟ اگر خدایی نکرده، اگه فوت کردن که خدا بیامرزه، پدر محترمتون فوت کرده، ارث و میراث رسیده، چه اشکالی داره آدم میاد بیا آقا بیا بابای من داره این انباشته ثروت رو داره رسیده، حالا به من دارم عشقم اینه، حالا خرجش کنم. ما مخلص شما هستیم آقا. رفتم یه شب شانسی، من که نمیرم که، حالا یه دوستی به زور ما برده کازینو، تصادفی اون شب که رفتیم کازینو شانس هم با ما یار بوده بردیم، اونم قابل قبوله. آقا اینقدر مردونه داری پولی که بردی وردی خرج مبارزه کنی؟ تصادفی لاتاری زدیم بردیم، بالاخره یه جایی باید بیاد. اینجوری نمیشه من و تو این هزینه‌های هنگفت رو بکنه. چی داده؟ هر که داده شما چه اشکال داری؟ بگو. انگلیس داده، آمریکا داده، پسر رفسنجانی داده، یه جور کانال خانم گوش اومده، هر جایی که اومده شما باید چون مخاطب تو داری با خودت میبری، باید به جواب بدی. حالا اتاق خبر میذاری و نمیدونم آدم های جمهوری اسلامی میاری لانسه میکنی و این داستاناش، اون بماند. حداقل بیایی مسئله مالیش مشخصا به مردم توضیح بده. اصلا من به عنوان یه رسانه میخوام شما توضیح بدی، چون مخاطبای ما هم میخوان. اینطوری که نمیشه که. برای که منم یه اصلاحاتی کردم، شما بیا از صدای من خسته نشدفی یه بریک کوچیک برمیداریم برمیگردیم. به یاد کوهپایه های باشکوه دنا، سوپر دنا در بهترین منطقه هنگلین در خدمت هموطنان عزیز است. کلی ما یحتاج خانواده فارسی زبان رو میتوانید در سوپر دنا پیدا کنید. سوپر دنا با پارکینگ مجانی در میدون هنگلین. یک لندن و یک رستوران ایرانی با سابقه، بیش از 40 سال سابقه. سهراب اشراقی، قدیمی ترین رستوراندار ایرانی در انگلستان، از شما دعوت می کند از سرویس های عالی رستوران یاس استفاده نمایید. رستوران یاس در 2 طبقه میزبان مراسم ازدواج، تولد و مهمانی های شماست. رستوران فقط رستوران یاس. مشاوره در ثبت شرکت‌های تجاری و عقد ویزاهای اقامتی و خانوادگی، امور طلاق و ارثیه‌های خانوادگی و دعواهای ملکی، همه مشکلات قانونی شما را به راحتی برایتان حل می‌کند. Ealing Legal Service with 50 years of experience. در شاید بخش پایانی یه جنبندی کرده باشم. باور کنید از 1000 شاید 10 تاش هم نگفته باشم. یعنی بسیار چیزا من دارم برای نشون دادن.
از نمیدونم پرندگان تو ترکیه که همین آقای نورزاده چه به سرش آورد، فیلماش هست، حرفاش هست، نماینده خود آقای نورزاده اومده جلوی تلویزیون ما نشسته و گفته آقای اکبر قضایی پور، حرفای جمشید تفرشی از فیلماش هست اینجا در آرشیو مصاحبه که من شد و بسیار چیزا. مثلا وارد اینا نشدم، من یک کاراکتر کلی از آدمی گفتم که داره چگونه نقش 28 رو بازی میکنه، چگونه اینها میان سر به زنگا به اپوزیسیون حمله میکنن که دیگه داره نشون میده که به عنوان تنها اپوزیسیون فعال تو صحنه داره کار میکنه. چرا میرن به این ضرب میزنن؟ چرا به این حمله میکنن؟ چرا به این بند میکنن؟ به خاطری که بخشی از وظایف کاریشونه. من باز بحثم اینه که در مجموع خواهم میگم به اینا خواهم پرداخت، در مورد از شرکت سپنتا صحبت خواهم کرد، از رضا طباطبایی صحبت خواهم کرد، از مراد شیرانی صحبت خواهم کرد، از نمیدونم دفتری در مالزی صحبت خواهم کرد که چگونه پول به اسم اینها واریز میشه و اینا چگونه این منابع مالی رو دریافت میکنن. این آقای طباطبایی در کازینو چگونه زده بندهایی رو اونجا انجام میدن زیر پوشش قمار. اینجوری نیست که ما هم ندونیم. اگه شما روزنامه نگاری 20 میاری، ما رو 20 21 میاریم، هرچه اهل قمار نیستیم. به هر حال امیدوارم این رو فقط از این دریچه نگاه کنیم که در معرفی فضای خارج از کشور همونجور که چارت اول رو دیدین بخش‌های مختلفی است. خب یه دفعه که نمیشه رفت سراغ همش. من نمونه برداری میکنم. چند هفته گذشته سه تلویزیون بی بی سی، من و تو و صدای آمریکا رو بهتون نشون دادیم و بازیایی که میکنن. امروز رفتیم سراغ ایران فردا و آقای نورزاده. هرچند من وارد برنامه‌اش نشدم و محتویاتون کالا کار دارم. آدمایی که اونجا جمع شدن، تیمی که اونجا تشکیل شده، اینا همه باید پاسخ داده شه. پاسخم داده نشه، من به عنوان رسانه ملی میگم و همیشه به شرفشون قسمشون دارم، اگر هر جایی بهشون اهانت شده، هر جایی بهشون نارواست گفته شده، این صندلی قدمشون روی چش، بیان اینجا بشینن و هر آنچه که فکر میکنن بهشون اچاف شده جلوی دوربین بگن. هر جا ما اشتباه کردیم میگه آقا مخلص شما هستیم معذرت میخوام. ولی اگه اینقدر شرف و وجدان توش باشه. به هر حال این برنامه مختص این بود و این برنامه میتونه به ده ها برنامه دیگه هم تبدیل بشه. یعنی به عنوان مثال من واقعا فرد آدمایی هستن که میشه ساعت‌ها درباره‌شون صحبت کرد، مدرک نشون داد. ولی مثلا کم در یک جنبندی کلی نمایی از شخصیت یکی از این آدم‌ها رو به شما در این برنامه پازل نشون بدم. تا هفته آینده شما رو به خدای ایران میسپارم. شاد و سرفراز باشید.